درود بر شما دوم اسفند ماه 1398 خورشیدی و 21 فوریه 2020 میلادی امشب صفحه آخر اختصاص دارد به قلابی بودن دادگاه های مفاسد اقتصادی در ایران به دلیل پشت پرده این پرونده ها در بیت رهبر و وزارت اطلاعات پرده آخر آخر برنامه خواهیم داشت قبل از تقدیمی آرزوی بکنم که مسئولان جمهوری اسلامی درباره شیوع ویروس کرونا در ایران دروغ نگن زیاد بر طبق خبرهای رسمی تا پنجشنبه شب دو نفر به دلیل ابتدا به کووید 19 یا همون کرونا در قوم درگذشتند و ابتلای دو نفر دیگه در قوم و یک نفر در عراق به ویروس کووید 19 تایید شده اینا خبرهای مجوزدار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است چند درصد از حقیقت در این نظام مقدس دروغگو واقعا نمیدونم فقط خدمتون ارز کنم که الان دیدم که اسکان نیوز از قول ابوالفضل فاتح بنیانگذار خبرگزاری ایسنا نوشته است که شاید شمار مبتلایان و منطقه های آلوده به ویروس بسیار بیشتر از موارد اعلام شده باشد الان هم از درگذشته تعدادی از مبتلایان خبر آمده و معمولا در برابر هر مورد فوتی حدود چهل برابر ابتلا گزارش می شود به هیچ وجه نباید ساده انزیشی شود یا با مسلحت سنجی های افراد غیر متخصص شهروندان سراسر کشور به خطر بیفتند و نوشته است که آموزش داده به شو فلان و اینها و مخصوصا اشاره کرده است که با توجه به داستان جگرسوز سقوط هواپیمای اوکراینی خطا یا پرده پوشی میدانیم که میتواند چه پیامدهای سنگینی داشته باشد باری تقدیمی این هفته مربوط است به انتخابات مجلس شورای اسلامی دیدین شاید که صدا و سیمای آقایون میره تو خیابون تو محله ها گزارش میگیره نمیدونم سپایه میذاره مردم میاره با گچ و خطکش و زغال براشون شکل ما رو میکشه و اینها حالا گزارشگر صدا و سیما رفته شهرستان کورنگ در استان چهارمحال بختیاری درباره مشارکت مردم در انتخابات گزارش تهیه کنه و تهیه کرده ولی خب پخش نکرده این تیکه رو که میبینین می الان همین گزارش همین تیکر از گزارش تقدیمی این هفته است به همه رای دهنده ها آقا شما به عنوان یک نماینده این شهری همه یه مردم امروز میرن رایش را به شما میدن به عنوان یک نماینده این شهر الان رفتی مجلس چی کار میکنی برای مردمه؟ میرم دوزی میکنی. محسن پهلوان مقدم متهم ردیف اول پرونده فساد پدیده شاندیز که مرداد 98 به حبس ابد محکوم شده بود تو فرودگاه کیش دیده شد دسته ساک چرخدار به دست توپل مپل مثل همیشه این که قاعدتا باید تو زندان باشه حبس ابدیه دیگه بذاریم برگردی اقعا سال 1383 که هر روز چند تا تو مؤسسه تعاونی مالی و اعتباری مثل قارچ سبز میشد محسن پهلوان که بعد میشه صاحب پدیده شاندیز میاد با چند نفر دیگه شرکت سهامی عام میزنه به اسم شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام که بعد اسمش رو عوض میکنه به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز که میشود سهامی خاص حالا توضیح میدم در روز هشتم برج هشت سال هشتاد و هشت به نیت امام رضا شاندیز رو افتتاح میکنه و شروع میکنه به فروختن سهام میگه میخوام کل ایران رو بکنم منطقه گردشگری پول کلونی که باید هزینه اجرای پروژه های آقای پهلوان مقدم میشد از کجا می آورد این آدم که قبل از اینکه بشه پدیده یک کبابی داشت شیشلیک میزد تو مشد شرکت ابنی شاندیز که سهام فروخته به 136 هزار نفر و دست کم هشت هزار میلیارد تومن به این مردم بدهکاره اصلا حق سهام فروشی نداشته حق تبلیغات نداشته چون به عنوان شرکت سهامی خاص ثبت شده بوده حساب کتابش فقط با مدیراش بوده نه با سهامدارا سهام صحام شرکت سهامی عام میدونید که توی بازار بورس معامله میشه بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت سهامش تعیین میشه توی پدیده هیئت مدیره پدیده که رئیسش محسن پهلوان بود می اومد ارزش سهم و تعیین می چون شرکت سهامی عام نیست که پدیده شاندی که تو بورس ارزش سهامش روشن نمیشه میشه از پهلوان به حساب سود و زیان خودش می از فردا بهای هر سهم مثلا ده هزار تومن چون قیمت فلان برجی که ساختیم اینقدر رفته بالا بعد اعلام میشد مردم حجوم میبردن سهما رو بخرن تا مثلا شاید دو سال دیگه این سهما که همینجوری نجومی باد کنکی داری میره بالا پولدار بشن چون سهمی که هشت 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 به نیت امام هشتم مردم خریدن همون اول که اعلام شد صد تا تک تومنی بود یهو شد دوازه هزار تومن در یک بازه زمانی کوتاه. همین جوری هم میرفت بالا بعد میره به اسم پدیده وام میگیره چرا این کار میکنه؟ اینجوری مردم رو که سهام توی پدیده بدهکار میکنه به بانک یا از هر جایی که وام میگیره چون وام به اسم پدیده گرفته میشه دیگه مردم هم که سهام دارشن یعنی در سود و زیانش نقش دارن فقط یه قلم سال 92 مؤسسه ورشکسته میزان 550 میلیارد تومن به پدیده وام داد مؤسسه میزان مال کی بود مال قوه قضایی این که محسن پهلوان پول از کجا آورد که رؤیای شهر پدیده و اون داستانایی که شنیدین و پروروند یه قلم بگم سال 92 که این وامو گرفت اصولا یکی از دلایل ورشکستگی این مؤسسه میزانم بود یعنی ورشکستگی این مؤسسه ها اصولا یکی از دلایلش این بود که دادن وام های کلون به مؤسسه های اعتباری دیگه که بعداً اعلام ورشکستگی کردن تو برنامه مربوط به این مؤسسه ها قبلا بارها برنامه داشتیم و عرض کردم این موضوع رو اسامی هیئت مدیره رو که میخوندم اگه یادتون باشه درباره کاسپین و مؤسسه های اعتباری و مالی دیگه تعداد از این مؤسسه ها رو که دست کم 80 درصدشون یکین اعضای هیئت مدیرشون شون خدمتتون عرض کردم یعنی اعتماد ایرانیان فرشتگان کاسپیان اینا چند تا خونه که تو همه هیئت مدیره ها هست مثلا اعتماد ایرانیان سال 91 بعد از اینکه 21 میلیارد تومان از همین میزان قوه قضایی وام گرفت بعد گفت من ورشکسته شدم سال 92 عرض کردم مؤسسه میزان 550 میلیارد تومان به پدیده وام داد پدیده شاندیز وقتی شروع شد حکومت و مسئولاش دو پشته حمایتش کردن تبلیغات هالیوودیش تو سیمای آقایون که خودتون بارها دیدین دیگه بیشترین تبلیغ و طولانی تلین به اصطلاح سکانس های تبلیغاتی در سیما حمایت رئیس کل دادگستری استانو داشت حتی منتظری دادستان کل کشور میرفت تو افتتاحیه ترهای پدید شرکت میکرد پورمختار مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در اون موقع از مجلسیایی بود که کلی پشت پهلوان بود و تعریفاشو از پدیده خبر استان خراسان سیمای خبر استان خراسان مکرر پخش میکرد به کارگیری حدود سی هزار نفر ایجاد اشتغال برای آنها و جذب سرمایه های کوچک مردمی در این مسیر کاری ارزشمند و ماندگار است او افسود معتقدم فعالیت های صورت گرفته در مجموعه ای که در دست ساخت است بیانگر عزم ملیست و این حرکت میتواند هم جبران عقب ماندگی ها در این حوزه و هم پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشد از اون ور البته شکایت بانکای طلبکار و ایده از سهامدارا به ویژه نهایتا باعث شد که بهمن 93 بگن پدیده غیر بعد از کلی بده بستون بین سالهای 91 تا 93 که آقا چرا پولا رو نمیدی چرا نمیدونم ناگهانی قیمت سهامت داره میره بالا از اون طرف وامو نمیدی و هی مهلت دادن دادستانی مشهد به آقای محسن پهلوان مقدم و بعد اون نرسیدن به اصطلاح به تعهداتش خلاصه در سال 93 میگن آقا این پدیده غیرقانونی قانونی است پرونده کارهای خلاف قانونش میره دادسرا غلام علی صادقی دادستان مشهد میگوید به خاطر افزایش های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی قانونی سهام مبالغ میلیاردی جابجا شده که این امر حتما نیازمند شفاف سازی است علیرضا رشیدیان استاندار وقت خراسان رضوی گفت مجموع بدهی شرکت پدیده 84 هزار میلیارد است این بدهی شامل حقوق سهامداران حقوق دولتی هزینه های صدور پروانه مجوزها و جرائم کمیسیون ماده 100 و تغییر کاربری است این ماجرای تغییر کاربری هم داستان است پیوند با پدیده شاندیز که همچنان شکایت وزارت جهاد سازندگی وزارت جهاد کشاورزی ببخشید از پدیده سر جاش هست همین الانی هم که دولت به اصطلاح تملکش کرده یا قوه قضاییه دقیق بگم تملکش کرده همچنان این شکایت سر جاش هست که هکتارها زمین رو تغییر کاربری کرده و تقلب خلاصه تو زمین کشاورزی رو باری بعد از اینکه پلم میشه پدیده اعلام میکنن که هر کی میخواد بیاد سهامش رو بفروشه به خود پدیده برگردونه شست و پنج هزار نفر میرن سهامشون رو پس بدن پولشون رو بگیرن برن دنبال زندگیشون چی بهشون میدن؟ یه تعهدنامه بهشون میدن به جای پول بعد طبق اون تعهدنامه هفت ماه بعد طرف مراجعه کند و همه سپرده اش را به اضافه سود روز شمار سی درصد بگیرد خب شهریور 94 که باید طبق تعهدنامه پول 65 هزار نفر رو که تعهدنامه دستشون رو پرداخت کنن شهریور 94 هنوز که هنوز پرداخت نکردن اون 71 هزار نفری هم که تعهدنامه دستشون نیست که هچ اونا که بهشون تعهدنامه دادن که پولشون ببینید ببینید چجوری آقای محسن پهلوان رئیس پدیده که خودش واقعا پدیده است ببینید تو دادگاه چی جوری حرف میزنه لات لات پهلوان اشاره دارم به اینکه ما تبلیغات نداشتیم تبلیغات فروش سهام نداشتیم درسته نداشت. اینو گفتید الان من میگم الان من به خودتون ثابت میکنم که تبلیغات داشتید خیلی خوبم داشت این دفتر فروش سهامتون رو با اون وضعیتش چاپ میکنید روزهای پرحرارت دفاتر خدمات سامداران پدیده خب تبلیغات... اینا چیه واسه بابا تبلیغات خب اینا اصلا اینا چی از این کتابچه دست شما هست چی هست اینها در واقع مجموعه مجلایی که کار تبلیغی فقط میکنه خب نه دیگه اشتباه تبلیغ شما هست های خب اشتباه به ارز رسوندن اینا بولتنای داخلی خود شرکت برای پرسنل خب الان دست من چیکار میکنه دستشون شما... خب تو شرکت هست موجود تو خود داخل شرکت گزارش به پرسنل آقا چه اتفاقی هفته افتاد اما حقیقت چیز دیگری بود و به واقع این نشریات به ظاهر داخلی با هدف توزیع در میان سهامداران گردآوری می شد حقیقت اینه که من از مادر شوهرم حال این خریداری کرده بود قبلا این ملکی داشت جای فروخته بود و اومده و سهمی گذاری کرده بود بعد برای اون سهامداراش هم آقای پهلوان و حال اون حیال که اونجا بودن یه مجله ارسال کردند. مجله تبلیغاتی بود حالا چیزی جالب بود توش نوشته بود تو که مثلا یه خانمی عکس یه خانمی توش بود که نوشته بود که من مثلا تو این پروژه حتی حاضرم وام بردارم بیام مثلا باز دوباره سرمایه گذاری کنم ما از طریق همون مجله و اون تبلیغات سرحال اومدیم سرمایه گذاری کردیم و خیداری کردیم این آقای پهلوان پر رو که قاضی و نماینده دادستان میترسن ازش تو دادگاه واقعا تو کدوم دادگاه وقتی میگم مافیا حاکمه فقط پهلوانه که میتونه واس بابا به نماینده دادستان کدوم دادگاه کدوم کدوم متهم سیاسی میتونه سرشو بلند کنه تو دادگاه تو چشای رئیس دادگاه نگاه کنه و بگه که دروغ میگی تو و دم و دستگاه تو و کاری باش نداشته باشن و توضیح بده بازم مثل این آقایی که دیدین اینجوریه باری این آدم 136 و, و شش هزار خانواده رو بدبخت کرد با سو استفاده از وضع بد مالی مردم که در همین مافیای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به وجود آمد الان فرزندان من سن ازدواجشون گذشت نتونست ازدواج کنن من یک دبیر بودم آرزوهای خیلی بلند بالایی برایشون داشتم چرا من و همسرم که شهست سال زحمت کشیدیم چرا الان در بدترین اوضاع اقتصادی و در شرایط بدی روح و روانی قرار داشته باشیم به منظر را فروختی مستعجر شدیم با تورم نمیتوانیم حتی از هزینه اجاره بها که میخواد انجام بشه و هزینه های دیگر برایم برای داری شوهرم میرم داروخانه چهار تا چهار تا قرص بگیرم که شوهرم من الان برای پنج تومن که میخوام برای دخترم بدم سیسمونی بگیرم برای پنج تومن نمیتونم از هیچ جا بگیرم شاید چل و شیش میلیون برای کسی پولی نباشه ولی برای ما اون موقع یه خونه میشد اینا بخشهایی از 15 جلسه دادگاهی است که برای محاکمه پهلوان و دو سه جین آدم دیگه برگزار شد و نهایتا حکم حبس ابد برای آقای محسن پهلوان مقدم صادر شد و مثلا ایشون رفت زندان 28 شهریور 98 سهامداران پدیده شاندیز با تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی اعلام کردند که از زمانی که تکلیف پرونده پدیده شاندیز در دادگاه مشخص شده تا کنون هیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات سهامداران انجام نشده است و مشخص نیست تکلیف سهام پدیده و وضعیت نهایی سهامداران به کجا می رسد؟ پنجم بهمن 98 شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح امروز با حضور سران سقوه برگزار شد در این جلسه پیشنهادهای وزارت کشور و وزارت اقتصاد برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت نهایتا به اینجا رسیده که مشکل حضور بانک در مجمع شرکت توسعه به اصطلاح در جلسه سران قوا رفع بشود و به تصویب برسد خب بانک صادرات و ملل که طبق قانون نمی توانستند بنگاهداری کنند و سهامدار شرکت های خصوصی شوند به لطف ستاد تدبیر اداره پدیده شاندیز و سران قوا از این پس سهامدار عمده شرکت پدیده شدند سهامداران پدیده هم یک گام نزدیکتر به بازار پایه فرابورس و چشیدن طعم واقعی مال باخته شدن و از دست دادن کل سرمایه خود به صورت قانونی که عملا سهام دوازده هزار تومانی شش سال قبل در بهترین حالت زیر سه هزار تومان نقد خواهد شد این که از براتون خوندم از صفحه از کانال اینستاگرامی سهامداران پدیده بود شش روز بعد از جلسه سران قوا و تصمیم گیری در برای پدید شاندیز یازده بهمن 98 محسن پهلوان مقدم متهم ردیف اول پرونده فساد پدیده شاندیز که مرداد 98 به حبس عبد محکوم شده بود تو فرودگاه کیش دیده شد دسته ساک چرخدار به دست و عرض کردم دیگه توپولی مثل همیشه هم عکس کیشی محسن پهلوان در واقع همه رو ماد کرد بلا فاصله تو فضای مجازی مقامات هیچ جوری نمیتونستن تکذیبش بکنن محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری میزان خبرگزاری قوه قضایی توییت کرد حضور پهلوان در کیش در رابطه با تسریع در اجرای حکم پرونده پدیده به منظور بازگشت اموال سهامداران به بیت المال و تحت نظارت قضایی صورت گرفته یعنی گفتن چند روز مرخصی بهش دادیم تا بره پول بیاره. صفحه تلگرامی صدای سهامداران پدیده نوشت این بار با برجسته کردن مرخصی چند روزه محسن پهلوان ذهن سهامداران را به سمت و سوی این موضوع سوق میدهند که طبق اخباری که از مقامات به آنها رسیده به زودی محسن پهلوان آزاد میشود و به شرکت پدیده برمیگردد. زمزمه برگردوندن پهلوان به پدیده رو راه انداختن تو سهمدارا ببینن اگه میشه برن جلو کیه این آدم پهلوان؟ ویژگی دادگاه های مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی این است که محدود کنن اون پرونده رو به چند تا آدمی که میتونن بیارنشون دادگاه و مختومش کنن میتونن منظورم ارتباطشون با مقامات و خب دیگه یه جایی خرابکاری کردن لو رفته قضیه پرونده سازی شده و اینا کیو میتونن بیارن دادگاه به حال مثلا تو این دادگاه پدیده میرن روی اینکه مدیر عامل یعنی همین پهلوان فامیلاشو آورد همه کاره سهام مردم کرد در اثر یه اتفاقی که پیش می یا اخباری که بالاخره به گوش مردم می مردم رو پس بدن و بفروشن بلافاصله تیم دلالان آقای پهلوان ورود می‌کردند گفتن خب شما سهام چند می می‌گفتن مثلا من 10 تا می‌فروشم گفت خب 11 تا بده به من همان که اشاره شد عمدترین دلالها از اقوام مدیر عامل مجموعه بودند که از رانت های متعددی چون خرید سهام با پرداخت های بلند مدت و فروش آنها به صورت نقد برخوردار می‌شدند پدر خود آقای پهلوان رفتم و یک سهام تقریبا 8 میلیاردی رو من خرید کردم و هم همونجا داد چه نسبتی با متهم پهلوان مقدم داماد برادر آقای پهلوان هم چک های برگشتشون 5 میلیارد 800 هست و جمع بدهکاریشون 16 میلیارد و هست ولی اینا رد گم کردن محسن پهلوان مقدم کیه؟ ایشون از فامیلای سید علی ازخری حجازی قائم مقام دفتر رهبر معظم هستند کسایی که دنبال خط دقیق این نسبت فامیلی و بخور بخورای پشتشن برن سراغ پسرموی محسن پهلوان مقدم و همسرش که بزرگ شده خونواده علی اصغر حجازی است و خب چیز عجیبی هم نیست اگر رفته کیش هوا خوری از کیش هم نمیدونم کجا رفته هوا خوری سیامک نمازی که به اتهام همکاری با دولت آمریکا حکم ده سال زندان داره نامه زده از اوین به رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشته پس از چهار سال و چهار ماه حبس بیوقفه و رعایت کامل همه قوانین منشان دادن حسن رفتار به تایید کلیه مسئولان زندان کف خواسته و توقع بنده این است که به چند هفته مرخصی بروم که به توانم توضیح داده که از پدر سال خوردم که بیماره محافظت کنم به آن محق هستم این در حالی است که در طول این مدت شاهد اعطای مرخصی به برادر یکی از مقامات عالی کشور فقط بعد از چند ساعت حضور این فرد در زندان بودم حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن فریدون روحانی رو میگه که پاش تو همین دوزی های بانک ملت هم هست فقط به گفته سیامک نمازی زندانی فقط چند،, چند ساعت ایشون میره زندان و بعد میفتنش مثلا مرخصی مقامات و فامیلای مقامات این نظام مافیایی که زندان نمیرن حالا میخواد حسین فریدون باشه میخواد اون پهلوان پدیده باشه و سهامداره پدیده که همچنان برای گرفتن حقشون اعتراض میکنن همون کسایی یعنی که بیش از پنج سال جلو مجلس وزارت کشور بانک مرکزی اینا همون مال باخته هایی یعنی که زندگیشون رو تو حق بازی سیستم بانکداری و سرمایهداری آخوندی از دست دادن مخصوصا مشهد که اعتراضای دی ماه 96 از همونجا شروع شد یادتون باشه هفتم دی 96 یک تجمع در مشهد از همین مال ها شروع اعتراض سراسری کشور بود بیشترین مؤسسه های مالی و اعتباری تو مشهد به وجود میان پدیده شاندیزم هم تو همین مشهد مقدس در جوار امام رضا و با یاری احمد اعلم الخدا یا احمد علم الخدا نماینده امام خامنه ای در خراسان به وجود اومد محسن پهلوان مقدم متهم ردیف اول پرونده فساد پدیده شاندیز که مرداد 98 به حبس ابد محکوم شده بود تو فرودگاه کیش دیده شد دسته ساک چرخدار به دست تو پل ما مثل همیشه این که باید تو زندان باشه حبس عبدیه دیگه این برگردیم اقعا. سال 1383 که هر روز چند تا تو مؤسسه تعاونی مالی و اعتباری مثل قارچ سبز میشد محسن پهلوان که بعد میشه صاحب پدیده شاندیز میاد با چند نفر دیگه شرکت سهامی عام میزنه به اسم شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام که بعد اسمش رو عوض میکنه به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز که میشود سهامی خاص حالا توضیح میدم در روز هشتم برج هشت سال هشتاد و هشت به نیت امام رضا ابنیه شاندیز رو افتتاح میکنه و شروع میکنه به فروختن سهام میگه میخوام کل ایرانو بکنم منطقه گردشگری پول کلونی که باید هزینه اجرای پروژه های آقای پهلوان مقدم میشد از کجا می این آدم که قبل از اینکه بشه پدیده یک کبابی داشت شیشلیک میزد تو مشد شرکت ابنی شاندیز که سهام فروخته به 136 هزار نفر و دست کم 8 هزار میلیارد تومن به این مردم بدهکاره اصلا حق سهام فروشی نداشته حق تبلیغات نداشته چون به عنوان شرکت سهامی خاص ثبت شده بوده حساب کتابش فقط با مدیراش بوده نه با سهامدارا سهام صحام شرکت سهامی عام میدونید که توی بازار بورس معامله میشه بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت سهامش تعیین میشه توی پدیده هیئت مدیره پدیده که رئیسش محسن پهلوان بود می اومد ارزش سهمو تعیین میکرد چون شرکت سهامی عام نیست که پدیده شاندیز که تو بورس ارزش سهامش روشن نمیشه میشه از پهلوان به حساب سود و زیان خودش میگو از فردا بهای هر سهم مثلا ده هزار تومن چون قیمت فلان برجی که ساختیم اینقدر رفته بالا بعد اعلام میشد مردم حجوم می بردن رو بخرن تا مثلا شاید دو سال دیگه این سهما که همینجوری نجومی باد کنکی داری میره بالا پولدار بشن چون سهمی که هشت 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 به نیت امام هشتم مردم خریدن همون اول که اعلام شد 100 تا تکتومنی بود یوهو شد دوازه هزار تومن در یک بازه زمانی کوتاه. همینجوری هم میرفت بالا بعد میره به اسم پدیده وام میگیره چرا این کارو میکنه؟ اینجوری مردم رو که سهام توی پدیده بدهکار میکنه به بانک یا از هر جایی که وام میگیره چون وام به اسم پدیده گرفته میشه دیگه مردمم که سهام دارشن یعنی در سود و زیانش نقش دارن فقط یه قلم سال 92 مؤسسه ورشکسته میزان 550 میلیارد تومن به پدیده وام داد مؤسسه میزان مال کی بود مال قوه قضایی این که محسن پهلوان پول از کجا آورد که رؤیای شهر پدیده و اون داستانایی که شنیدین و پروروند یه قلم بگم سال 92 که این وامو گرفت اصولا یکی از دلایل ورشکستگی این مؤسسه میزانم بود یعنی ورشکستگی این مؤسسه ها اصولا که دلایلش این بود که دادن وام های کلون به مؤسسه های اعتباری دیگه که بعدا اعلام ورشکستگی کردن تو برنامه های مربوط به این مؤسسه ها قبلا بارها برنامه داشتیم و عرض کردم این موضوع رو اسامی هیئت مدیره رو که میخوندم اگه یادتون باشه درباره کاسپین و مؤسسه های اعتباری و مالی دیگه تعداد از این مؤسسه ها رو که دست کم 80 درصدشون یکیان اعضای هیئت مدیرشون شون خدمتتون کردم یعنی اعتماد ایرانیان فرشتگان کاسپیان اینا چند تا که تو همه هیئت مدیره هستن مثلا اعتماد ایرانیان سال 91 بعد از اینکه 21 میلیارد تومان از همین میزان قوه قضایی وام گرفت بعد گفت من برشکسته شدم سال 92 عرض کردم مؤسسه میزان 550 میلیارد تومان به پدیده وام داد پدیده شاندیز وقتی شروع شد حکومت و مسئولاش دو پشته حمایتش کردن تبلیغات هالیوودیش تو سیمای آقایون که خودتون بارها دیدین دیگه بیشترین تبلیغ و طولانی تلین به اصطلاح سکانس های تبلیغاتی در سیما حمایت رئیس کل دادگستری استانو داشت حتی منتظری دادستان کل کشور میرفت تو افتتاحیه ترهای پدید شرکت میکرد پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در اون موقع هم از مجلسیایی بود که کلی پشت پهلوان بود و تعریفاش از پدیده خبر استان خراسان سیمای خبر استان خراسان مکرر پخش میکرد به کارگیری حدود سی هزار نفر ایجاد اشتغال برای آنها و جذب سرمایه های کوچک مردمی در این مسیر کاری ارزشمند و ماندگار است او افسود معتقدم فعالیت های صورت گرفته در مجموعه ای که در دست ساخت است بیانگر عزم ملی است و این حرکت میتواند هم جبران عقب ماندگی ها در این حوزه و هم پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشد از اون ور البته شکایت بانک طلبکار و ادهی از سهامدارا به ویژه نهایتا باعث شد که بهمن 93 بگن پدیده غیر قانونیه بعد از کلی بده بین سالهای 91 تا 93 که آقا چرا پولا رو نمیدی چرا نمیدونم ناگهانی قیمت سهامت داره میره بالا از اون طرف وامو نمیدی و هی مهلت دادن دادستانی مشهد به آقای محسن پهلوان مقدم و بعد اون نرسیدن به اصطلاح به تعهداتش خلاصه در سال 93 میگن آقا این پدیده غیر است پرونده کارهای خلاف قانونش میره دادسرا غلام علی صادقی دادستان مشهد میگوید به خاطر افزایش های به اصطلاح بادکنکی و غیر قانونی سهام مبالغ میلیاردی جابجا شده که این امر حتما نیازمند شفاف سازی است علیرضا رشیدیان استاندار وقت خراسان رضوی گفت مجموع بدهی شرکت پدیده 84 هزار میلیارد است این بدهی شامل حقوق سهامداران حقوق دولتی هزینه های صدور پروانه مجوزها و جرائم کمیسیون ماده 100 و تغییر کاربری است این ماجرای تغییر کاربری هم داستان اتفاق پیوند با پدیده شاندیز که همچنان شکایت وزارت جهاد سازندگی وزارت جهاد کشاورزی ببخشید از پدیده سر جاش هست همین الانی هم که دولت به اصطلاح تملکش کرده یا قوه قضایی دقیق تر بگم تملکش کرده همچنان این شکایت سر جاش هست که هکتارها زمین رو تغییر کاربری کرده و تغلب خلاصه تو زمین کشاورزی رو باری بعد از اینکه پلم میشه پدیده اعلام میکنن که هر کی میخواد بیاد سهامش رو بفروشه به خود پدیده برگردونه پنج هزار نفر میرن سهامشون رو پس بدن پولشون رو بگیرن برن دنبال زندگیشون چی بهشون میدن یه تعهدنامه بهشون میدن به جای پول بر طبق اون تعهدنامه هفت ماه بعد طرف مراجعه کند و همه سپرده اش را به اضافه سود روز شمار سی درصد بگیرد خب شهریور 94 که باید طبق تعهدنامه پول 65 هزار نفر رو که تعهدنامه دستشون پرداخت کنن شهریور 94 هنوز که هنوز پرداخت نکردن اون هفتادی یک هزار نفری هم که تعهدنامه نامه دستشون نیست که هیچ اونا که بهشون تعهدنامه دادن که پولشون نه ببینید چجوری آقای محسن پهلوان رئیس پدیده که خودش واقعا پدیده است ببینید تو دادگاه چی جوری حرف میزنه لات لات پهلوان اشاره دارم به اینکه ما تبلیغات نداشتیم تبلیغات فروش سهام نداشتیم درسته نداشت. اینو گفتید الان میگم الان من به خودتون ثابت میکنم که تبلیغات داشتید خیلی خوبم داشت این دفتر فروش سهامتون رو با اون وضعیتش چاپ میکنید روزهای پر حرارت دفاتر خدمات سهامداران پدیده خب چیه واسه بابا تبلیغات خب اصلا اینه چی از این کتابچه دست شما هست چی هست اینها در واقع مجموعه مجلایی که کار تبلیغی فقط میکنه خب نه دیگه اشتباه خب. تبلیغ شما از های خب اشتباه به رسوندن رسوندم اینا بولتنای داخلی خود شرکت برای پرسنل خب الان دست من چیکار دستشون شما... خب تو شرکت هست موجود تو خود داخل شرکت گزارش به پرسنل آقا چه اتفاقی هفته افتاد اما حقیقت چیز دیگری بود و به واقع این نشریات به ظاهر داخلی با هدف توزیع در میان سهامداران گردآوری میشد حقیقتا اینکه که من از طریق مادر شوهرم حال اون سهامو خریداری کرده بود قبلا این ملکی داشت جایی فروخته بود و اومده و سرمایه گذاری کرده بود بعد برای اون سهامداراشم آقای پهلوان و حال اون هیئت مدیره اونجا بودن یه مجله ارسال میکردن مجله تبلیغاتی بود حالا چیزی جالب بود انسان توش نوشته بود تو که مثلا یه خانومی عکس یه خانومی توش بود که نوشته بود که من مثلا تو این پروژه حتی حاضرم وام بردارم بیام مثلا باز دوباره سرمایه گذاری کنم ما از طریق همون مجله و اون تبلیغات به حال اومدیم سرمایه گذاری کردیم و خریداری کردیم این آقای پهلوان پررو که قاضی و نماینده دادستان میترسن ازش تو دادگاه واقعا تو کدوم دادگاه وقتی میگم مافیا حاکمه فقط پهلوانه که میتونه واسه به نماینده دادستان کدوم دادگاه کدوم کدوم متهم سیاسی میتونه سرشو بلند کنه تو دادگاه تو چشای رئیس دادگاه نگاه کنه و بگه که دروغ میگی تو و دم و دستگاهتون و کاری باش نداشته باشن و توضیح بده بازم مثل این آقایی که دیدین اینجوریه باری این آدم 136 هزار خانواده رو بدبخت کرد با سو استفاده از وضع بد مالی مردم که در همین مافیای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به وجود آمد الان فرزندان من سن ازدواجشون گذشت نتونست ازدواج کنن من یک دبیر بودم آرزوهای خیلی بلند بالایی برایشون داشتم چرا من و همسرم که شهست سال زحمت کشیدیم چرا به دلان در بدترین اوضاع اقتصادی و در شرایط بعدی روح و روانی قرار داشته باشیم به منزل را فروختیم مستجر شدیم با تورم نمیتوانیم حتی از هزینه اجاره بها که میخواد انجام بشه و هزینه های دیگر برای برای داری شوهرم میرم داروخانه چهار تا چهار قرص بگیرم که شوهرم همون روز من الان برای پنج تومن که میخوام برای دخترم بدم سیسمونی بگیرم برای پنج تومن نمیتونم از هیچ جا بگیرم شاید چهل و شیش میلیون برای کسی پولی نباشه ولی برای ما اون موقع یه خونه میشد اینا بخشهایی از 15 جلسه دادگاهی است که برای محاکمه پهلوان و دو جین آدم دیگه برگزار شد و نهایتا حکم حبس ابد برای آقای محسن پهلوان مقدم صادر شد و مثلا ایشون رفت زندان 28 شهریور 98 سهامداران پدیده شاندیز با تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی اعلام کردند که از زمانی که تکلیف پرونده پدیده شاندیز در دادگاه مشخص شده تا کنون هیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات سهامداران انجام نشده است و مشخص نیست تکلیف سهام پدیده و وضعیت نهایی سهامداران به کجا میرسد پنجم بهمن 98 شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح امروز با حضور سران سقوه برگزار شد در این جلسه پیشنهادهای وزارت کشور و وزارت اقتصاد برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت نهایتا به اینجا رسیده که مشکل حضور بانک در مجمع شرکت توسعه به اصطلاح در جلسه سران قوا رفع بشود و به تصویب برسد خب بانک صادرات و ملل که طبق قانون نمی توانستند بنگاهداری کنند و سهامدار شرکت های خصوصی شوند به لطف ستاد تدبیر اداره پدیده شاندیز و سران قوا از این پس سهامدار عمده شرکت پدیده شدند سهامداران پدیده هم یک گام نزدیکتر به بازار پایه فرابورس و چشیدن طعم واقعی مال باخته شدن و از دست دادن کل سرمایه خود به صورت قانونی که عملا سهام دوازده هزار تومانی شش سال قبل در بهترین حالت زیر سه هزار تومان نقد خواهد شد این تیکه که ازت براتون خوندم از صفحه از کانال اینستاگرامی سهامداران پدیده بود شش روز بعد از جلسه سران قوا و تصمیم گیری در پدید شاندیز یازده بهمن 98 محسن پهلوان مقدم متهم ردیف اول پرونده فساد پدیده شاندیز که مرداد 98 به حبس عبد محکوم شده بود تو فرودگاه کیش دیده شد دسته ساک چرخدار به دست و عرض کردم دیگه توپولی مثل همیشه عکس کیشی محسن پهلوان در واقع همه رو مات کرد بلا فاصله تو فضای مجازی مقامات هیچ جوری نمیتونستن تکذیبش بکنن محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری میزان خبرگزاری قوه قضاییه توییت کرد حضور پهلوان در کیش در رابطه با تسریع در اجرای حکم پرونده پدیده به منظور بازگشت اموال سهامداران به بیت المال و تحت نظارت قضایی صورت گرفته یعنی گفتن چند روز مرخصی بهش دادیم تا بره پول بیاره صفحه تلگرامی صدای سهامداران پدیده نوشت این بار با برجسته کردن مرخصی چند روزه محسن پهلوان ذهن سهامداران را به سمت و سوی این موضوع سوق میدهند که طبق اخباری که از مقامات به آنها رسیده به زودی محسن پهلوان آزاد میشود و به شرکت پدیده بر زمزمه برگردوندن پهلوان به پدیده رو راه انداختن تو سهمدارا ببینن اگه میشه برن جلو کیه این آدم پهلوان؟ ویژگی دادگاه های مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی این است که محدود کنن اون پرونده رو به چند تا آدمی که میتونن بیارنشون دادگاه و مختومش کنن میتونن منظورم ارتباطشون با مقامات و خب دیگه یه جایی خرابکاری کردن لو رفته قضیه پرونده سازی شده و اینا کیو میتونن بیارن دادگاه به حال مثلا تو این دادگاه پدیده میرن روی اینکه مدیر عامل یعنی همین پهلوان فامیلاشو آورد همه کاره سهام مردم کرد در اثر یه اتفاقی که پیش می اومده یا اخباری که بالاخره به گوش مردم می رسیده مردم می سامش رو پس بدن و بفروشن بلا فاصله تیم دلالان آقای پهلوان ورود می‌کردند گفتن خب شما سهام چند می گفتم مثلا من 10 تا می‌فروشم گفت خب 11 تان بده به من همانطور که اشاره شد عمدترین ها از اقوام مدیر عامل مجموعه بودند که از رانت های متعددی چون خرید سهام با پرداخت های بلند مدت و فروش آنها به صورت نقد برخوردار می‌شدند فدای خود آقای پهلوان رفتم و یک سهام تقریبا 8 میلیاردی رو من خرید کردم و شکاش هم همونجا داد چه نسبتی با متهم پهلوان مقدم داماد برادر آقای پهلوان هم چک های برگشتیشون 5 میلیارد 800 هست و جمع بدهکاریشون 16 میلیارد و هست ولی اینا رد گم کردن محسن پهلوان مقدم کیه؟ ایشون از فامیلای سید علی ازغری حجازی قائم مقام دفتر رهبر معظم هستند کسی که دنبال خط دقیق این نسبت فامیلی و بخور بخورای پشتشن برن سراغ پسرموی محسن پهلوان مقدم و همسرش که بزرگ شده خانواده علی اصغر حجازی است و خب چیز عجیبی هم نیست اگر رفته کیش هوا خوری از کیش هم نمیدونم کجا رفته هوا خوری سیامک نمازی که به اتهام همکاری با دولت آمریکا حکم ده سال زندان داره نامه زده از اوین به رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشته پس از چهار سال و چهار ماه حبس بیوقفه و رعایت کامل همه قوانین منشان دادن حسن رفتار به تایید کلیه مسئولان زندان کف خواسته و توقع بنده این است که به چند هفته مرخصی بروم که به تبانم توضیح داده که از پدر سال خوردم که بیماره محافظت کنم به آن محق هستم این در حالی است که در طول این مدت شاهد اعطای مرخصی به برادر یکی از مقامات عالی کشور فقط بعد از چند ساعت حضور این فرد در زندان بودم حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن فریدون روحانی رو میگه که پاش تو همین دوزی های بانک ملت هم هست فقط به گفته سیامک نمازی زندانی فقط چند, چند ساعت ایشون میره زندان و بعد میفتنش مثلا مرخصی مقامات و فامیلای مقامات این نظام مافیایی که زندان نمیرن حالا میخواد حسین فریدون باشه میخواد اون پهلوان پدیده باشه و داره پدیده که همچنان برای گرفتن حقشون اعتراض میکنن همون کسایی یعنی که بیش از پنج سال جلو مجلس وزارت کشور بانک مرکزی اینا همون مال باخته هایی یعنی که زندگیشون رو تو حق بازی سیستم بانکداری و سرمایهداری آخوندی از دست دادن مخصوصا مشهد که اعتراضای دی ماه 96 از همونجا شروع شده یادتون باشه هفتم دی 96 یک تجمع در مشهد از همین مال ها شروع اعتراض سراسری کشور بود بیشترین مؤسسه های مالی و اعتباری تو مشهد به وجود میان پدیده شاندیزم هم تو همین مشهد مقدس در جوار امام رضا و با یاری احمد اعلم الهدا یا احمد علم الخدا نماینده امام خامنه ای در خراسان به وجود اومد بله فاش شد که سید احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات در حلقه دزدان کلان بانک ملت است اما دستگاه قضایی دستگاه نظارتی نظام مقدس علنا میگن که کاری بهش نداریم دقیق میرسیم به همین نکته ای که عرض کردم بزنین یک کم پرونده رو باز کنم تا قضیه روشن بشه ببینین هشت بهمن 98 در 24 مین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک ملت و بانک پارسیان آقای علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت و رئیس فعلی پژوهشکده پولی و بانکی کشور بازداشت میشه. 24امین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور سایر متهمان این پرونده به ریاست قاضی موحد برگزار شد که پس از بیان دفاعیات دیواندری و اظهارات سایر افراد قاضی حکم به بازداشت دیوانداری صادر کرد تو همون دادگاه قرار وسیقه هر سه متهم دیواندری ابوالحسنی و مختاری با نظر قاضی در آن همونجا لغو و به قرار بازداشت موقت تبدیل شد دیوانداری با 5 میلیارد تومان ابوالحسنی با یک میلیارد و 820 میلیون تومان آزاد بودن وسیقه صادر برای مختاری هم 300 میلیون تومان بوده که به دلیل عجز از توضیح وسیقه در زندان است بر اساس کیفرخواست تخلفات علی دیواندری و هشت متهم دیگر در بانک های ملت و پارسیان فساد 661 میلیارد تومانی در بانک ملت و بانک پارسیان در فاصله سالهای 91 تا 93 بوده است مهدی فلاحتیان از متهمان پرونده قاچاخچی بهش میگن کارآفرین و از این حرفها. 165 میلیون دلار از بانک ملت و پارسیان تسهیلات گرفته 165 میلیون دلار چی جوری وسیقه که نگرفتن تضمینم نگرفتن از شما هیچی آیا کپیه چناس همه حسن شناختی رو من داشتم از تو آقا شناختی از رو شما داشتن که چه دوزه سرگردنی هستی مثل خودشون آقای فلاحتیان ما چه هم شریایی داریم ما یه آبرولوزی واقعا همین آدم همین همشهری مبلغی مثلا درخواست کرده به عنوان وام دو برابرشو طرف رفته گفته من وام میخواب خوردم میسانه میشتم دو دو رو میریزن به حسابش 110 میلیون درهم درخواست کردی 220 میلیون درهم وارد شده بعد میفرمایید که اون در میلیون در همه چک دادم به اشخاص میخوام صداقت اینجا مهرز بشه در ورش چه کسی چک ها صادر کردی؟ یکی نبودن از اتاقا بیشتر بودن اشخاصش این صورتش هست تمام لیستش هست جناب پول های خرج کردی جناب آلی نه همه سیستم پول خرج کرده و تا این سیستم هست میکنه این پول ها برای زدوبند باندهای مالی باندهای های حاکم بر کشوره با همین پول ها و همین شیوه هاست که تحریم ها رو دور میزنن مثلا پول میفسن حزب الله و حماس و اوتیا و غیره و غیره یه نکته بگم که ببینید چه جوری این سر حتی انگلیس هم کلا میذارن میگن ها می می آخونده انگلیسی در دایجان ناپل اون ولی ولی ببینید چه جوری حتی سر اونا رو کلا میذارن بعد برمیگردیم به دوماد علوی و پرونده های بانک ملت موافقت بریتانیا با حل و فصل پرونده درخواست یک میلیارد و 600 میلیون دلاری بانک ملت برای غرامت وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال 2009 میلادی ده سال پیش بابت ببخشید بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته ای ایران در لیست سیاه خود قرار داد بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت بود که در نهایت این دادگاه خرداد 2013 یعنی چهار سال بعد تحریم های وضع شده بر ضد بانک ملت را لغو کرد و مهر ماه امسال هم یک میلیارد و 600 میلیون دلار جرینگی به بانک ملت قرامت داد بعد همون مدیرهایی رو که رفتن علیه انگلیس شکایت علیه خزانه داری انگلیس شکایت کردن به دادگاه عالی اون کشور و بانک رو از تحریم خزانه داریش در آوردن و بیش از یک میلیارد دلار خسارت گرفتن از انگلیس همونان که داره دادگاه مفاسد اقتصادی و بانکی در تهران محاکمه میکنه قطعا من نمیگم اینا فاسد نیستم حالا در جریان بررسی پرونده هم گفته می شود میبینین که مثل بقیه حوزه ها همشون فاسدن ولی نکته اینجاست که آقای علی دیواندری مدیر عامل وقت بانک ملت و تیمش در انگلیس شکایت میکنن که این بانک در دور زدن تحریم ها و خرید های ای دستی نداشته و بی خود تحریم شده بعد تو دادگاه لندن برنده میشن بعد بلا فاصله در ایران محاکمه میشن همینا به اتهام دزدی کلان و کلاهبرداری از نظام مقدس 15 میلیارد دلار سرمایه بخش انرژی صندوق ذخیره ارزی در اختیار بانک ملت بوده همین بانک بانک سوگلی احمدی نژاد بوده میدونین ریخت و دولت احمدی نژاد داخل و خارج خیلیش از طریق همین بانک ملت انجام میشد مدیر و اعضای اصلی هیئت مدیره ها همه دیگه این از هرومن از دیگه میدونن که نشسته های آدم های بیرون از مجموعه اینقدر وام و تسهیلات پس نده فقط با داشتن آدم های خودت تو مدیریت بانک ممکن میشه مثلا کارشناسی وسیقه برای وام و تسهیلات که هر قیمتی میخوان میزنن چجوری میشه؟ باید از آدم خودتون اونجا باشن دیگه همین آقای دیواندری هشت سال مدیر عامل بانک ملت در دوره احمدی نژاد بوده بعد مدیر عامل بانک پارسیان بوده قبلش در 20 سال گذشته تو دوازده شرکت مشکوک از نظر مالی تیم بوده از صندوق مهر امام رزا گرفته و مؤسسه موقوفات آستان قدس رضوی تا بیمه پارسیان و تأمین مالی بانک ملت و اینا جمهوری اسلامی عضو FATF نمیشه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم چون باید مشتری های خارجی بانک همه معرفی بشن پول از کجا به بانک میاد کجا میره اینا باید معرفی و ثبت بشن و من ماندم که چجوری میشود بانکی که سر تا پاش فساده و تو همین دادگاه انقلابشون توی ایران گفته میشه که چه شرکت هایی دارن تحریم رو دور میزنن زیر, زیر مجموعه های بانک ملت همین بانک ملت وسط تحریم های بین المللی سال 2013 انگلیس میاد یک میلیارد دلار کادو بهش میده میگه ببخشید که شما رو تحریم کرده بودیم این پول رو بگیرین کارتون رو بکنید دلیل رسمی تحریم شدن بانک ملت تأمین مالی برنامه های اصلی ایران بود این رسمان اعلام شده بود خب دیواندری مدیر عامل وقت بانک ملت تا آن سالها در گفتگوی با تاکید بر اینکه شکایت حقوقی از تحریم های انگلیس و اروپا تصمیم شخصی او بوده و موافقان زیادی نداشته تصریح کرده بود هرچند برخی امید چندانی به لغو این تحریم ها ندارند ولی پیگیری منافع بانک ملت که جزو منافع ملی و مردم است ایجاب می کند حد اکثر تلاش برای محقق شدن حقوق بانک و جلوگیری از ضرر مالی به واسطه تحریم انجام شود تو دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی مدیران بانک ملت در دادگاه انقلاب اسلامی تهران همین آقای علی دیواندری و دیگران میگن که شرکت های زیر مجموعه بانک ملت تحریما رو دور میزدن انگلیس که صداش در نیامده از وقتی این دادگاه شروع شده تو ایران خب این شرکت های پوششی بانک ملت برای دور زدن تحریما بوده و مجوز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را داشتند اینا کدوم شرکت بودن یکیشون یعنی دو تا اصلیاشون یکی شرکت داریس و یکی شرکت پارسیان اگه اشتباه نکنم پارسیس فکر میکنم حالا میرسیم بهش دقیق حالا این داریس و پارسیان رو داشته باشیم دو تا از شرکت های زیر مجموعه بانک ملتن برای دزدی و پولشویی یک که جلسه دادگاه رو ببینین خیلی چیزا متوجه میشین تا منم ببینم اسم دقیق این شرکت چیه قاضی موحد امروز چند مطلع رو از داریس و پارسیست و شرکت زیر مجموعه بانک های ملت و پارسیان به دادگاه احضار کرد تا اظهارات اونها رو در حضور متهمان بشنوه اول از همه رفت به سراغ محمد آران سوگن عرض میکنم چیزی جز واقعیت و حقیقت نگویم او که زمانی مدیرعامل داریس بوده امروز در اظهاراتش اعلام کرد همه مسئولیت ها در بانک ملت و شرکت های زیر مجموعه این بانک با علی دیوان دری بوده مثلا ما میخواستیم یه جوری اجاره کنیم 15 میلیون تومان امضا کرده افرادی مثل آین فلاحتیان و مختاری توسط چه کسی برای همکاری به هیئت امنا معرفی شدند تمامشون اینن آقای سعادتی و حالا من همه را مطمئن نیستم حالا بخش اون داشتم خدای دیوانداری بعد هم به نقش دیوانداری در ارتقای شغلی مجید سعادتی متهم فراری پرونده اشاره کرد آقای سعادتی را بعد شما معرفی نکردید نه اصلا من قدرت اینو ندارم که مدیر بانک رو از شبه بردارم بعد بازش هستش بکنم بعد بیارم اینجا معمور کنم بعد روابط بانکی برش برقرار کنم بعد بهش نفت خام بدم این این اگه این کسی کار انجام بده اسمش مدیر عامل بانک ملت نه آیا آرام صحبت های این مطلع ادامه داشت که دیوان در واکنش نشون داد بگم بگید بگید شاید تو بحثی نداریم شما و شما آقای شیرزادی آقای کروشمردیان قبل از اینکه شما به بانک ملت با هم می‌خوردید فقط بعد از او سید امین مدنی زاده متولی سابق وصول مطالبات بانک ملت مطلع بعدی بود که از پشت پرده ارائه تسهیلات کلان بانکی بدون دریافت وسیله به متهم مهدی فلاحتیان گفت شما فرمودید که هفت تا چک از آقای فلغتیان. من نگرفتم هفت چه چکی که آقای سعادتی تحویل زیر مجموعه ما دادم بله. شما که آخرین چکی که من از این دوستان گرفتم چه چکی 390 میلیارد تومنیه این وصول شده پرونده یه تخلفات 661 میلیون دلاری در بانک های ملت و پارسیان نه متهم داره که سه نفر از اونها متباری هن. شرکت داریس و پارسیس دو تا از شرکت های زیر مجموعه بانک ملت که دوماد وزیر اطلاعات توشون بوده و هست ولی هیچ کس تو دادگاه نمیگه این آقای سید احسان سخایی و نقشش و منافعش و تا جلسه دهم ده دادگاه که علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت اشاره ای میکنه و بعدم در جلسه چهاردهم دادگاه میزنه به سیم آخر و میگه داستان همون جلسه دهم ده دادگاه که علی دیواندری اشاره ای میکنه دادگاه غیر علنی میشه میاد دوباره دو جلسه دادگاه علنی میشه وقتی که در جلسه چهاردهم میاد داستانو میگه آقای علی دیواندری از همون وسط میگن آقا همه رو بیرون میکنم بذارین من قبلش شفافیت قوه قضایی اصلا از هر من شمس است من قبلش بزنین اسامی متهمان و اتهام رو بگم خدمتون برای کسی که اصلا در جریانش نیستن که قضیه روشنتر بشه علی دیواندری به اختلال عمده در نظام ارزی علی دیوانداری یعنی همون مدیر عامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان علی دیواندری به اختلال عمده در نظام ارزی کشور و خیانت در امانت به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50 هزار یورو متهم است. این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت های پوششی در قالب شرکت های تراستی برای دور زدن تحریم ها تشکیل شده است. یعنی یعنی چی؟ من دارم از متن اتهام می این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌های پوششی در قالب شرکت‌های تراستی برای دور زدن تحریم تشکیل شده میگن شما خوب کردین به نام شورای عالی امنیت ملی یه نظام مقدس تحریم‌ها رو خواستین دور بزنین ولی اون وسط خوب خوردین و برای اینکه خوردین بیاین جواب بدین. یعنی چی؟ یعنی یعنی به همون دلیلی دارن اینا رو محاکمه میکنن که خزانه داری انگلیس تحریمش کرده و بعد گفت اشتباه تحریمش کردیم ببخشید این پولم بگیرین یه میلیارد میلیون دلار. خودشون دارن میگن آقا ما کردیم. انگلیسی‌ها میگن نه نکردیم بیاین پولم بگیریم برید دنبال تو نذارین من زیاد حرف بزنم در این زمینه. باری. علی دیوان مدیرعامل مدیر عامل وقت بانک ملت بهروز مختاری رحمت الله باختری مهدی فلاحتیان اسماعیل اهدی سمانه حضرتی آشتیانی وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت الله باختری سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی رئیس بانک ملت در لندن متواری دو نفر اصلی هستند که اصلا جز متهمام اسمشون نیست و نیامده و تو جلسه دادگاه البته یکی دو بار اومدن به عنوان مطلع و بعدم رفتند یکی سید عبدالله دستقیب و یکی سید احسان سخایی دوماد وزیر اطلاعات دوازده آذر 98 سخنگوی قوه قضاییه درباره نام بردن از داماد وزیر اطلاعات در جلسه رسیدگی به اتهام فساد و اختلاس علی دیواندری و همدستانش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت درباره داماد وزیر اطلاعات کیفرخواستی صادر نشده است چرا؟ چرا چرا حالا این دو تا دوز اصلی که حامیشون وزیر اطلاعاتی یعنی دستقیب و سخایی اینا چه کردن؟ در 24 جلسه دادگاه بانک ملت علی دیواندری میگوید عبدالله دستقیب در سال 91 15 میلیون دلار وام گرفته و این وام هیچگاه تمدید نشده هیچ پرداختی هم صورت نگرفته و هف... یا گذشتیش بهش رفته هفت سال تمام این وام موفق شده با پرداخت 19 میلیون دلار به جای 40 میلیون دلار بانک شکایت خود را بعد از هفت سال پس میگیرد و پرونده از دادسرا خارج شده است نماینده دادستان میگه پرونده در دادسرا مفتوح است دیواندری در ادامه میگوید چرا اسمی از وام گیرنده در پرونده نیست وام گیرنده یا بدهکار است یا کلاهبردار مفتوح بودن پرونده در دادسرا مفهومی ندارد چرا باید قیب مورد تحقیق قرار نگیرد چون شریک دوماد وزیر اطلاعات عزیزم علی دیواندری با انتقاد از نقش ضابت پرونده یعنی اداره اطلاعات تهران مال وزارت اطلاعات در تحت تحقیق قرار نگرفتن دستقیب و سخائی داماد وزیر اطلاعات گفت دست سی میلیون دلار از بانک پارسیان و 20 میلیون دلار از بانک ملت وام میگیرد و پشت زابط وزارت اطلاعات پنهان می شود تظلم خواهی من همواره این بوده که زابط پرونده تغییر کند و همواره نگران اعمال نفوذ سیستمی و تشکیلاتی طرف مقابل بودم چرا مردم نباید بدانند به دهکار بزرگ چه کسی است و چه کسانی از او حمایت میکنند علی دیواندری افسود دست به عنوان زینف مبلغ 36 میلیون دلار برای خرید یک کشتی میعانات گازی دریافت کرده و 11 قسط پرداخت می کند. اما پس از فروردین 95 بقیه اقساط را پرداخت نکرده و بدهی او تا کنون بالغ بر 30 میلیون دلار است. چرا سی میلیون دلار ازش نمیگیرن؟ اصلا کاری بهش ندارن. مدیر عامل سابق بانک ملت میگوید با توجه به اینکه در محضر دادگاه شراکت آقایان دستقیب و سخایی به تایید هر دو نفر رسیده است و همچنین با توجه به منافع آقای سخایی در پرونده کشتی که اسناد دخالت مستقیم و غیر مستقیم ایشان در این موضوع موجود است آیا ورود ضابط از سوی اداره اطلاعات تهران شپنگیز نیست؟ داستان اینه که ببینین میان به طور خلاصه بگم در این فرصت کوتاهی که داریم و بعدم خسته کننده میشه یه خیلی بخوام به جزئیات بپردازم این توضیحی که داد آقای علی دیواندری مدیر عامل سابقه بانک ملت و بانک پارسیان بعد از اینکه مدیر عامل بانک ملت بوده بعدا در دوره احمدی نژاد بعدا یک سال یک سال نیم میشه مدیر عامل بانک پارسیان و بعدم که میره توی اون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بالی این توضیحی که میده درباره اینکه چرا سی میلیون دلار ازش نمیگیرند در بعد از پرداخت 11 قسط متوقف میشه در فروردین 95 سی میلیون دلار رو میگن خوش اومدی همون موقع نامه ای آقای احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات به تندی میزنه به بانک ملت که حالا اشاره میخوام بکنم به اینکه در اسناد هست که بخشوده بشود در واقع بدهی سی میلیون دلاری نامه میزنه و بعد آقای زنگنه وزیر نفت هم حمایتش میکنه که اصلا این پول گرفته نشه عبدالله دستقی بلان لندنه و سه متهمی که به عنوان متواری در دادگاه ازشون اسپورده از شد و فقط اونام لندن فقط یکیشون مجید سعادتی رئیس وقت بانک ملت در لندن همون موقع شکایت و اینا با پول بانک ملت تو خونه 6 میلیون و 700 هزار پوندی میشینه الان که حتما یک خونه هاشه. از هاشه. بله از جمله افراد مطرح در این پرونده شخصی به نام عبدالله دستقیب است که بسیاری او را یکی از چهرههای کلیدی در فساد بانکی در ایران میدانند که همکنون در خارج از کشور است و دیوانداری در جلسه دهم محاکمه خود از یکی از همدستان سید عبدالله دستقیب پرده برداشت که بر اساس برخی اطلاعات موجود در پرونده این شخص به دستقیب کمک کرده تا از باز پرداخت 220 میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتیش از بانک ملت فرار کند سید احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی که دست قیب او را به عنوان نماینده ویژه و وکیل تامل اختیار به مجموعه های گوناگون معرفی کرده کسی است که در یک قلم برای 220 میلیارد تومان بدهی سید عبدالله دست به بانک ملت بخشودگی گرفته یعنی 6 میلیون دلار از اصل بدهی از ایران گرفته نمی شود و همچنین هفت سال سود این مشارکت محاسبه نمی شود که مجموعاً دویست میلیارد تومان به نفع دست تمام می شود با سفارش دوماد وزیر اطلاعات 220 میلیارد تومن آو یه میلیارد تومان به شما بدن چیکار میکنیم چقدر آرزواتون برآورده میشه با یه میلیارد تومن متن حرفای علی دیواندری رئیس سابق بانک ملت و پارسیان رو در در دادگاه رسانه ها طبق معمول این دادگاه هایی که نسبه میذارن پراکنده و ناقص منتشر کردن دیوانداری تو دادگاه میگه وزارت اطلاعات رفته پرونده دوماد حاجا علوی رو دست گرفته تا نذاره یه وقت کسی ناراحتش کنه احیانا آقای دستقیب در سال 91 25 میلیون دلار وام گرفته است هیچگاه تمدید نشده هیچ میان پرداختی صورت نگرفته و هفت سال تمام این وام موفق شده در نهایت با پرداخت 19 میلیون دلار به جای 40 میلیون دلار بانک شکایت خود را پس گرفته یعنی از طلبش صرف نظر کرده و پرونده ایشان از دادسرا خارج شده مگر من اینجا اسناد زینف بودن آقای احسان سخایی داماد وزیر اطلاعات را ارائه نکردم مگر خودشان اصالت نامه ها و امضاها را تایید نکردند به چه دلیل سازمان اطلاعات تهران وارد کار ایشان و شرکای ایشان شده چه کسی باید جلوی این کار را می گرفت جمع بدهکاری آقای دستقی بابت سه پرونده به نظام بانکی بالغ بر 740 میلیارد تومان است و راست, راست راست راه می رود ولی در همین دادگاه های ویژه افراد با بدهی بانکی کمتر به مجازات های سنگین محکوم شدند آقای نماینده دادستان چرا وقتی به آقای دستقی و سخایی می رسید راه خود را کج می کنید آقای دستقی و شرکای ایشان یعنی سخایی دوماد وزیر اطلاعات با دریافت یک فقر وام به مبلغ 36 میلیون دلار از بانک پارسیان یک کشتی حمل میانات گازی را تملک کردند و از آن منافع فراوانی کسب کرده و 11 قسم به بانک پارسیان پرداخت کردند اما بعد از نپرداختن بقیه اقساط از فروردین 95 بدهی آنها تا امروز افسون بر 30 میلیون دلار است نکته کلیدی در پرونده کشتی این است که با توجه به اسناد متقن و غیر قابل خدشه ای که در شرکت پارسی سکیش موجود است یعنی تو همون یک شرکت های پوشیچه بانک ملت چرا آقای دستقی و سخایی دوماد وزیر پول بانک پارسیان را پس نمیدن و اکنون هم مورد حمایت زابط و دادسرا هستند زابط یعنی وزارت اطلاعات دادسرا که یعنی قوه قضاییه با توجه به اسنادی که از مراودات و مناسبات مالی میان آقایان دستقیب و سخایی وجود دارد در یک فقر سند ارائه شده به دادگاه آقای سخایی یعنی دو ماده وزیر اطلاعات دو میلیون دلار از درآمد کشتی را به حساب شخصی خود انتقال دادند چرا این موضوع مهم از کیفرخواست حذف شده با آن دو میلیون دلار که به حساب شخصی ایشان واریز شد باید سه قسط از تسهیلات خرید کشتی را پرداخت میکردند نه تنها پرداخت نکردند کشتی را هم ناپدید کردند و بعد سر کوه پولشویی یک فقره ده ها میلیون دلار میزنه بیرون آقای سید احسان سخایی دوماد وزیر در بررسی اسناد سال 95 که امضای ایشان هم وجود دارد میگوید چون قصد خرید کشتی را داشتیم در امور مداخله میکردیم در حالی که اسناد محکمی وجود دارد که در همان بازه زمانی هم به عنوان مالک مکاتباتی برای فروش کشتی داشتند بالاخره ایشان میخواستند کشتی را بخرن یا بفروشند هم میخواسته بخره هم میخواسته بفروشه دو بار امضا در یک روز 36 میلیون دلار پول جابجا جا شده توسط کی آقای احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات بعدم کشتی به کل گم شده کشتی باری حامل میوانات گازی ببینین این دومادای وزیرای اطلاعات نظام مقدس یعنی یعنی دومادای فرمانده سربازان گمنام امام زمان ها اینا همشون پدیدن واقعا یکی اون داماد فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی که آقای مشتبا علم خدا هست پسر یا برادرزاده علم خدا نماینده ولی فقیه در مشهد که یه شرکت درست کرده بودن تو تهران به اسم اورانوس آبی قش با قاضی حیدری فر که همدست مرتزوی بود تون کشتار 88 حیدری فر رو میگن الان زندانه من نمیدونم به هر حال این دوتا از تجار موفق باجگیری میکردند که دیگه و بنده هیچ این تجاری رو که دارم عرض میکنم اینو بی خود خدمتون عرض نمیکنم انقدر افتضاح شد قضیه که از ایران دو تاشون از من من میشناسم ببینید از بقیه انقدر افتضاح شد کارشون این باجگیریاشون اون آقای قاضی و این شخص که از ایران رفت داماد فلاحیان استرالیا الان اونجا ساکنه اون داماد یونسی وزیر اطلاعات خاتمی هم که اخیرا میدونین دیگه دخترش خودش از پنجره انداخت با این کش دختر سفیر جمهوری اسلامی در مسکو و داماد محمود علوی هم که این حاج احسان سخایی ساکن سوئیس در کنار همسر دلبندش دختر وزیر اطلاعات دولت تدبیر امید بریم پرده آخر آی بهادینی میگن داشتش می اومد می حرم حضرت محسوم سلام نهی ها دمه یه عروسی رسیده بود یفه وایساده چون میگن آی بهادینی قدرت تکلم با حیوانات داشته اون موقعی که داشت می اومد رفته به صاحب جلسه و اگه گفت آقا این گوسفندی که جل در بسی بر جل ارز کماد بزنی زمین میشه بفروشیش به من وای بهادینه برو احترام دعا و وای بهادینه آورد اینو گوشه حیات خونش نگه داشت کاوش میداد سبزی میداد داد قضا می داد. یه مدتی نگهش داشت گوشه حیات می گفت روز تاستا بود آقای بهادینه گفت زبش شد گفتم آقا جریان چی بود؟ که اون روزی که داشتم رد می این گوسفنده برگشت به من گفت آسد آقا رضا اینا میخوام منو تو عروسی سر بر. من دوستم برای عباس سرم بریده بشه میشه منو بخری نگه داره روز تاسا من برای عباس بریده بشه شب و روزگار خوش